به نام خدا سلام کریمی هستم از انگلیش توتی در امروز گذشته کامل قسمت منفی و سوالی خب در درس قبلی گذشته کامل رو یاد گرفتیم و اینکه کی باید از اون استفاده بکنیم امروز میخوایم اول این زمان رو منفی و بعد سوالی بکنیم برای منفی کردن گذشته کامل تنها کاری که ما باید انجام بدیم این است که کلمه منفی کننده نات رو بعد از فعل کمکیمون که اینجا had هست اضافه بکنیم به این جمله نگاه بکنید I had finished my work من کارم رو تموم کرده بودم ساختار نها اول فایل اومده بعد فعل کمکی had بعد شکل سوم فعل اصلی و بعد بقیه جمله اگه هم جمله رو منفی بکنم تنها کاری که باید انجام بدم این هست که کلمه منفی کننده not رو به had اضافه بکنم I hadn't finished my work من کارم رو تموم نکرده بودم به همین سادگی حالا جمله کاملش رو میگیم I hadn't finished my work before she arrived من کارم رو تموم نکرده بودم قبل از اینکه اون برسه یه مثال دیگه He had finished his education before he got married اون تحصیلاتش رو تموم کرده بود قبل از اینکه که متحل بشه حالا میخوایم جمله رو منفی بکنم. Not به فعل کمکی اضافه میشه. He hadn't finished his education before he got married. اون تحصیلاتش رو تموم نکرده بود قبل از اینکه ازدواج بکنه. یه مثال دیگه She had finished her class before 10. اون قبل از ساعت ده کلاسش رو تموم کرده بود. حالا میخوام جمله رو منفی بکنم. Not به فعل کمکی که اینجا had هست اضافه میشه. She hadn't finished her class before 10. اون قبل از ساعت ده کلاسش رو تموم نکرده بود. یه مثال دیگه We had made coffee before they came. ما قهوه درست کرده بودیم قبل از اینکه که اونا بیان. حالا اون جمله رو منفی بکنم. Not به حد اضافه میشه. We hadn't made coffee before they came. ما قهوه درست نکرده بودیم قبل از اینکه که اونا بیان. I hadn't noticed. I hadn't noticed. They hadn't changed. They hadn't changed. It just hadn't happened yet. It just hadn't happened yet. We hadn't done anything. We hadn't done anything. I hadn't heard that. I hadn't heard that. خب، حالا بیاییم گذشته کامل رو سوالی بکنیم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینست که فعل کمکی حد رو جاش رو با فایل عوض بکنیم. به مثال نگاه بکنین They had called you before they left their house. اونا به تو زنگ زده بودن قبل از اینکه خونشون رو ترک بکنن ساختار ببینیم. They had called you فایل داریم فعل کمکی شکل سوم فعل و بقیه جمله برای سوالی کردن فقط کافیه جای فایل رو با فعل کمکی که اینجا had هست جابجا جا بکنیم Had they called you before they left their house آیا اونا به تو زنگ زده بودن قبل از اینکه خونشون ترک بکنن؟ برای جواب دادن به این سوال هم طبق معمول از خود سوال استفاده میکنیم فقط کافیه دوباره فایل و فعل کمکی رو بیاریم Yes, they had بله، زنگ زده بودن No, they hadn't نه، زنگ نزده بودن یه مثال دیگه You had saved your data before you closed the program تو اطلاعات رو ذخیره کرده بودی قبل از اینکه برنامه رو ببندیم حالا میخوام جمله رو سوالی بکنم فقط کافیه جای had رو با فایل عوض بکنم had you saved your data before you closed the program آیا اطلاعات تو ذخیره کرده بودی قبل از اینکه برنامه رو ببندی جواب yes i had بله کرده بودم no i hadn't نه نکرده بودم یه مثال دیگه you had gone to cinema when you were 10 تو سینما رفته بودی وقتی که ده سالت بود حالا میخوام جمله رو سالی بکنم جای فایل با حد عوض میشه Had you gone to cinema when you were ten؟ آیا سینما رفته بودی وقتی که ده سالت بود؟ جواب Yes I had بله رفته بودم No I hadn't نه نرفته نه، نه، بودم یه مثال دیگه She had lost her keys last night اون کلیداشو گم کرده بود شب گذشته میخوایم جمله رو سوالی بکنم Had she lost her keys last night? آیا اون کلیداشو شب گذشته گم کرده بود؟ Yes, she had. بله، گم کرده بود. No, she hadn't. نه، گم نکرده بود. Had they done homework? Had they done homework? Had he wronged you in some way? Had he wronged you in some way? like خب اینم از درس امروز امیدوارم که از درس امروز هم لذت برده باشین تمرین های اینستا رو حتما حل بکنین با کلمات و جملات این درس جمله بسازین و همین پایین کامنت بذارین برنامه انکیو اگه هنوز دانلود نکردین میتونین اونو از شبکه های اجتماعی ما با آدرس انگلیش آنلاین توچی دانلود بکنین درس بعدی هم حتما ببینین تا درس بعدی خداحافظ